چگونه پول نقد را از آلوده شدن به ویروس کرونا یا انواع ویروس محافظت کنیم؟ لطفاً به چینل گلپ میدیا تا پایان با ما همراه باشید و فراموش هم نکنید قبل از هر چیزی دکمه یه سابسکرایب را فشار دهید. بحران برخاسته از ویروس کرونا در سطح جهان تأثیرات زیاد بر تمام بخش‌های زندگی مردم گذاشته و مردم مجبور شدند تا در نشست و برخاست‌ها، رفت آمدها و دیگر بخش‌های زندگی و کاری خیش تغییرات عمده به میان بیاورند و احتیاط بیشتر کنند. احتیاط بیشتر به این دلیل لازم هست که ویروس کرونا از اجسام فلزی و پلاستیکی گرفته تا لباس و موی سر انسان قابل انتقال و سرایت به سایر افراد جامعه هست. پول نقد هم یکی از جمله احتیاجات هست که مردم در زندگی روزمره با آن بیشترین سر و کار را دارند. پس سوال اینجاست که چگونه پول خود را از این ویروس مرگبار محفوظ نگه داریم؟ تحقیقات نشان می‌دهند که پول نقد با ویروس‌ها و میکروب‌های گوناگون و مختلف من جمله ویروس کرونا آلوده است. دوام یا طول عمر پول‌های نقد از مدت 4 الی 15 سال است که در این مدت میکروب‌ها و ویروس‌های زیادی می‌توانند بر روی سطوح پول کاغذی جای بگیرند. احتمال مصاب شدن با ویروس کرونا ها از طریق تماس با پول کاغذی نسبت به دیگر اشیا با چند دلیل بیشتر است. اول اینکه پول کاغذی همیشه در چرخش هست و دائم دست به دست میشه. دوم، طول عمر پول کاغذی هست که از 4 الی 15 سال هست. سوم، عدم امکان ضدعفونی کردن پول کاغذی و چهارم، استفاده از آب دهن حین شمارش پول کاغذی که تمام این موارد میتونه باعث انتقال سریع ویروس از یک شخص به شخص دیگر باشد. سازمان جهانی صحت پیشنهاد می‌کند که بعد از گرفتن پول در دست باید دست‌ها با چنان مایع یا صابون شسته شود که باعث از بین رفتن میکروب‌های موجود در پول شود. ویروس کرونا یا دیگر ویروس‌ها تنها از طریق تماس دست‌های آلوده با چشم، گوش، بینی و دهن می‌تواند داخل سیستم تنفسی افراد بشود و سبب مریضی آنها شود. با منظور ضدعفونی کردن پول کاغذی و کاهش خطرات احتمالی از گسترش ویروس کرونا، بانک مرکزی چین با مشوره دیگر بانک ها در ماه فوریه 3 راه حل اساسی را پیشنهاد کرد. آنها می‌خواستند تمام پول‌های کاغذی و دیگر کاغذهایی که به خاطر داد و ستد معاملات مالی استفاده می‌شد، از هر نوع میکروب و ویروس پاکسازی شود. البته در اینجا تنها شستن پول ها مطرح نیست، بلکه پاکسازی دست های آلوده و ویروس هم حائز اهمیت هست. پیشنهادها و راهنمودهای مورد نظر از این قرار هست. راهنمود اول، بعد از استفاده پول کاغذی دست ها باید به مدت 20 الی 30 ثانیه با آب و صابون شسته شده و یا با مایع دستشویی الکل دار ضد عفونی شود. باید بخاطر داشتین که بعد از استفاده پول کاغذی به هیچ عنوان نباید دستهای خودتان را به دهن، بینی، چشم و گوش خود بزنیم، زیرا این ویروس بعد از لمس جوارح ذکر شده به زودی انتقال پیدا می کند. راهنمود دوم، دولت چین تصمیم گرفت که تمام بانکنوت ها را به شکل منظم برای 15 دقیقه در معرض اشعه اوزون و 1 ساعت در معرض اشعه آلتراوایلت قرار دهد. شعاع‌های ذکر شده توانایی پاکسازی پول کاغذی را از بسیاری از ویروس‌ها و میکروب‌ها داشتند. تصمیم دیگر آنها طوری بود که پول‌های کاغذی استفاده شده در بس‌ها، بازارها و شفاخانه‌ها را دوباره هفته‌ای 2 بار ضدعفونی کنند و بعداً به طور مشخص پول‌های شفاخانه‌ها را حریق کنند، زیرا امکان آلوده بودن و گسترش ویروس کرونا در پول‌های جمع‌آوری شده از شفاخانه‌ها بیشتر می‌باشد و اگر این کار هم انجام نشود، پس باید پول‌های متذکره در یک جای مشخص نگهداری شود و دوباره در بازار زمانی عرضه شوند که کاملاً از ویروس پاکسازی شده باشند. بر علاوه دولت چین هر روز به تعداد 12 تن را در بس‌ها و ریل‌ها موظف کرده است تا تیکت‌ها را بعد از سفر و استفاده از ویروس پاکسازی کنند. تا کنون کارمندان شانگهای چین بیشتر از 100,000 تیکت را ضدعفونی و دوباره به بازار عرضه کردند. راهنمود سوم،
همچنین حکومت چین پول نقد را از 7 الی 14 روز در بیشتر از 30 درجه حرارت نگهداری کرد و بعد به بازار عرضه می کرد تا مردم از آن استفاده کنند. با این کار هم میکروب‌های موجود در پول‌ها از بین می‌رود و هم سطح خطر انتقال ویروس کاهش پیدا می‌کند. و سطح وسیع این خطر وقتی در افغانستان کم شده می‌تواند که حکومت افغانستان و بانک مرکزی در این مورد گام‌های جدی بردارند و مردم را از این ویروس مرگبار محافظت کنند. اما توصیه‌های لازم بعد دولت و مردم افغانستان. توصیه اول، بانک مرکزی میتونه پول جدید چاپ کرده و اگر پول جدید در ذخیره دارد آن را به بازار عرضه کند. این پول از میکروب ها پاک میباشد و حکومت آن را با کمک صراف ها به بازار عرضه کرده میتونه. بر علاوه در ساحاتی که وضعیت وخیم هست دولت پول نقد را جمع آوری کرده و اگر دسترسی داشته باشد با راهنمودهای ذکر شده آنها را ضد عفونی کند. توصیه دوم، حکومت افغانستان میتونه برای مردم خریده‌های پلاستیکی که مواد ضد میکروب در آن استفاده شده باشد توزیع کند. این خریده‌ها از طریق صرافان، بانک‌ها و ادارات دولتی تقسیم شود تا مردم پولشان را در آن نگهداری کنند و این خریده‌ها را با دستکش استفاده کنند. توصیه سوم، حکومت باید بانک‌ها را تشویق کند تا برای مردم سهولت استفاده از کارت‌های بانکی را مهیا سازد. بدین وسیله استعمال پول کاغذی خود به خود کاهش پیدا می‌کند و این یکی از بهترین روش‌ها خواهد بود. چنانچه در افغانستان بانک یک اداره را به نام سیستم تادیات افغانستان ایجاد کند که سعی دارد تا تمام ادارات مالی را تشویق به ارائه خدمات تادیات الکترونیکی کند. توصیه چهارم، حکومت در تمام بانک‌ها، ادارات مالی، شفاخانه‌ها و خوراک فروشی‌ها یک اسپری خاص و یا مواد ضد عفونی کننده برای استفاده قرار دهد که توان از بین بردن ویروس را داشته باشد و کیفیت پول را هم متضرر نسازد. حکومت به طور آزمایشی می‌تواند نخست این عمل کرد را در یکی از اداراتی که داد و ستد پول در آن زیاد است پیاده سازی کند. و توصیه پنجم، مردم عام خریداری و داد و ستد خودشان را از دکاکین محدود و پرچون فروشی ها کنند، زیرا خطر انتقال ویروس در چنین اماکنی کمتر هست. بر علاوه در جریان سفر بعد از داد و ستد پول دستهایشان را با مایع ضد عفونی کننده بشویند تا پاک شود. در نهایت گفتم میتونیم که پول نقد باعث انتقال ویروس کرونا هست. اگر بعد از هر بار استفاده دست های خود را پاک بشوییم و از دستکش استفاده کنیم، میتونیم از خطرات احتمالی آن خودمان را مسئول نگه داریم. در حالی که توصیه هایی که برای تان گفتیم برای پالیسی سازی ممکن هست در کوتاه مدت آسان نباشه، اما میتونه کشور ما را در طولانی مدت از یک بحران جدی برای سلامتی جان هموطنانمان شود. بیننده های عزیز و مهربان، فراموش نکنید چنل گلپ میدیا را سابسکرایب کنید. همچنین نظریاتتون را برای ما ارسال کنید. وقتی شما خوش باشه، خداحافظ.